سلام خوش اومدید به کلاس درس همونجوری که از این شکل ها میتونید حدس بزنید میخوایم با هم راجع به حرکت دایره ای صحبت بکنیم پدیده ای که همیشه در فیزیک برای من یکی از هیجان انگیزترین مباحث بود بیشتر به این دلیل که پدیده های خیلی جالبی در دنیای اطراف ما حرکت دایره ای دارن یا حداقل حرکت شبه دایره ای دارن یک نمونه خیلی مدرن و پر اهمیتش در دنیای امروز حرکت ماهواره ها در مدار زمین هست که یک حرکت دایره یا شبه دایره یه. یک نمونه دیگهش حرکت ماه به دور زمین یا زمین به دور خورشید یا کلا سیاره ها به دور ستاره هاست که این هم ویژگی هایی که ما به زودی تحلیل خواهیم کرد رو تا حدی داره و یک نمونه خیلی دوست داشتنیش برای من این ترن هوایی های هستن که وقتی میرن به اون بالا و کاملا رو به زمین هستن گرانش نمیتونه بر اونها غلبه بکنه و نمیافتن پایین و این کاملا کار مهندسی که در این انجام گرفته کار فیزیکی هست که اگر یه روزی بخواید از اینها بسازید لازمه که بتونید حرکت دایره رو خیلی خوب تحلیل بکنید پس بریم سراغ حرکت دایره ای و مثل همه حرکت هایی که تا حالا با هم تحلیل کردیم میخوام در دو بخش این رو با هم تحلیل بکنیم و پیش بریم بخش اول حرکت شناسی خواهد بود یعنی ما با جرم و نیرو و اینها کاری نداریم و صرفا سرعت و شتاب و اینها معادلاتش رو به دست میاریم و در بعد در بخش دوم با هم در مورد دینامیک حرکت دایره ای یا در حقیقت نیرو رو وارد بازی می کنیم جرم رو وارد بازی می کنیم و در اون مورد با هم صحبت می کنیم خب پس بذارید من این شکل حرکت دایره‌ای که اینجا آماده کردم رو بیارم که بتونیم راحتتر و سریعتر روی اون با هم راجع به حرکت دایره‌ای صحبت بکنیم خب این شکل رو من الان آوردم حالا میتونیم بریم این یک ذره هست این نقطه نارنجی رنگ که داره روی این دایره حرکت میکنه و من دو نقطه روی این دایره رو الان مشخص کردم من که نه این شکل که یکیش رو اسمش رو گذاشتیم نقطه A و یکیش رو اسمش رو گذاشتیم نقطه B تو این ویدئو میخوایم با هم با ساده ترین و یکی از مهمترین مفاهیم حرکت دایره ای آشنا بشیم که بعد در محاسبه سرعت و شتاب حرکت دایره ای به ما کمک خواهد کرد خواهید دید چرا چون این مفهوم خیلی مفهوم ساده ای هست و در همه حرکت های دایره ای مشترک من میام و به زاویه ای که این نقطه A ای با محور X ها میسازه یعنی این زاویه میگم تتا یک و به زاویه ای که این نقطه B با محور X ها میسازه میگم می, می تتا دو و اینها رو بر حسب رادیان اندازه می گیرم بنابراین مثلا اگر این نقطه رو بخوام زاویه ای که با این محور X ها می سازه رو بگم میشه P دوم بنابراین این نقطه P دوم هست این نقطه P هست،, هست این نقطه سه پی دوم هست و اگر جسمم حرکت بکنه روی دایره و برگرده به این نقطه میشه نقطه دو پی بنابراین از صفر شروع میکنه میاد به 2 پی و همینطور میتونه به حرکتش ادامه بده بره به چهار پی 6 پی و غیره من به این زاویه که بر حسب رادیان اندازه میگیرم میگم تتا یک به این میگم تتا دو و بعد میام یک متغیری تعریف میکنم میگم سرعت زاویه ای متوسط در حرکت از A به B رو من میام اینطور تعریف میکنم که میگم ت تا دو رو منهای های تا یک بکن یعنی ببین من چند درجه از A تا B حرکت کردم زاویم چقدر بیشتر یا کمتر شده بعد بیا اون رو تقسیم بکن به زمانی که طول کشیده این اتفاق بیفته و بعد من به این میگم سرعت زاویه‌ای متوسط از A تا B که اون رو میتونم به شکل دلتا تتا به دلتا تی هم نشون بدم و علامتی که برای سرعت زاویه ما استفاده می کنیم اومگا هست شبیه حرف دبلیو هست اما یک حرف یونانیه که یک خط بار هم من بالاش میذارم چون این سرعت زاویه متوسط هست به زودی سرعت زاویه لحظه ای رو هم تعریف خواهیم کرد بنابراین سرعت زاویه ای متوسط داره به من میگه که در یک زمان دلتا تی من چقدر زاویم پیش رفته و چقدر حرکت کردم در حقیقت زاویه تغییر کرده حالا اگر من خیلی زاویه تغییر کنه یعنی از A به جای اینکه بیام تا B در یک زمان دلتا بیام مثلا تا این نقطه در این صورت من سرعت زاویه بیشتری دارم ما به این پدیده میگیم سرعت زاویه حالا میشه یک مثال حل کرد مثلا من اگر از شما بپرسم سرعت زاویه متوسط حرکت زمین به دور خورشید رو به دست بیارید پس سرعت زاویه متوسط حرکت زمین به دور خورشید رو ما میخواهیم در این صورت شما میتونید بگید که خب یک سال طول میکشه که زمین از این نقطه اولی که هست بره بره بره, بره بچرخه و برگرده به اون نقطه اولی که بوده <تصفح> بنابراین سرعت زاویه متوسط زمین میشه زاویه‌ای که در یک سال طی میکنه یعنی دو پی تقسیم بر زمانی که طول میکشه که این زاویه رو طی بکنه که اون هم هست 365 روز که هر روز 24 ساعت و هر ساعت 3600 ثانیه است یعنی من باید حتما بر حسب ثانیه بنویسم صورت هم که واحدش هست رادیان این رو اگر ساده بکنید فکر میکنم میشه حدود دو زب در ده به توان منفی 7 رادیان بر ثانیه بنابراین یادتون باشه که واحد سرعت زاویه متوسط هم هست رادیان بر ثانیه بنابراین این میشه سرعت زاویه متوسط حرکت زمین به دور خورشید که عدد نسبتا کوچیکه این داره میگه که در هر ثانیه زمین دو زب در ده به توان منفی هفت رادیان طی میکنه خب حالا من میتونم همون کاری رو بکنم که در مورد سرعت های دیگه میکردم یعنی چی کار بکنم بیام بگم شما بیایید مثلا به جای نقطه B یک چنین نقطه ای رو در نظر بگیرید و اسم این نقطه رو مثلا بذارید C و بعد من میام و شعایی که وصل میکنه مرکز دایره رو به اون نقطه C رسم میکنم یعنی این شعا رو و بعد اسم این زاویه رو این بار این زاویه رو میذارم ته تا سه در این صورت من میتونم چی بگم؟ من میتونم بگم که سرعت زاویه متوسط یعنی اومگا بار از نقطه A به C این بار مساوی هست با تیتا 3 منهای تیتا 1 تقسیم بر دلتا T که این میشه دوباره میشه دلتا تتا سی یک تقسیم بر دلتا T من اسم این رو میذارم دلتا تتا سی یک پس بذارید اسم اینو هم بذاریم دلتا تتا دو یک یعنی از نقطه دو یک به نقطه دو که برم یا در حقیقت از نقطه A به نقطه B این میشه سرعت زاویه متوسط از نقطه A به C حالا اگر من همین کار رو ادامه بدم یعنی بیام باز یک نقطه نزدیکتر به A بگیرم و باز بیام یک نقطه نزدیکتر به A بگیرم همینطوری این دلتا تی رو کوچیک و کوچیکتر بکنم دقت کنید که دلتاتی الان در این نقطه به نسبت این نقطه کوچیکتر شده به این دلیل که من زودتر به سی میرسم تا به بی مسیرم در این راسته بنابراین اول سی رو تقیم کنم بعد یک زمانی میگذره و میرسم به بی بنابراین من الان دلتاتی رو کوچیک کردم حالا اگر من بیام دلتاتی رو باز هم کوچیکتر بکنم و باز هم کوچیکتر بکنم تا جایی که بیام این حد رو حساب بکنم یعنی حد دلتاتی به سمت صفر دلتا تای از A تا اون نقطه خیلی نزدیک من اسمش رو میذارم x1 تقسیم بر دلتا تی رو من حساب بکنم من به این پدیده میگم چی این پدیده سرعت متوسط است از نقطه A تا یک نقطه خیلی خیلی نزدیک به نقطه A که من میتونم تقریبا بگم این سرعت در لحظه A هست دیگه یعنی سرعت متوسط از نقطه A تا نقطه ای به علاوه اپسیلون خیلی خیلی کوچیک وقتی که اپسیلون بشه نزدیک به صفر میشه سرعت در لحظه ای بنابراین من به این پدیده میگم سرعت لحظه ای حالا اینجا در نقطه ای و اون رو با اومگا نشون میدم دیگه این خط رو بالاش نمیذارم و همونطوری که شما از ریاضیات میدونید و من هم در ویدیوهای حرکت شناسی فکر میکنم ویدیوهای چهارم یا پنجم این رو به صورت ریاضی بهتون نشون دادم این عبارت برابر هست با مشتق تتا به نسبت زمان یعنی آهنگ تغییر زاویه به نسبت زمان در هر لحظه به من سرعت لحظه ای رو میده پس در هر لحظه این یعنی چی یعنی که اگر من به شما معادله تتا رو بدم یعنی معادله حرکت زاویه ای رو به شما بدم یعنی اگر به شما بگم که تتا مساوی هست با یک تابعی از زمان من دارم عملا به شما میگم که در هر زمانی تتا دقیقا چقدر است خب پس من به این میگم چی من به این میگم معادله مکان زاویه که داره به من دقیقا میگه در هر زمان تتا چقدر است اگر من این رو به شما بدم شما میتونید در هر لحظه سرعت زاویه ای رو هم به دست بیارید یعنی به راحتی بگید که سرعت زاویه ای در هر لحظه برابر هست با دی اف تی به دی تی یعنی مشتق این به نسبت زمان به شما در هر لحظه داره سرعت زاویه ای رو میده و بنابراین شما میتونید خیلی راحت این مسائل رو حل بکنید دیگه من یک مثال خیلی سادهش رو اگر بخوام براتون مثلا حل بکنم این گوشه بالا البته ببخشید بی نظم شد مثلا اگر به شما بگن که تیتا مساوی هست با پی دوم تی به علاوه مثلا سه الان این به شما داره سرعت به شما داره مکان زاویه رو در هر لحظه از زمان میده در این صورت شما میتونید سرعت زاویه ای رو هم در هر لحظه از زمان به دست بیارید از این عبارت اگر به نسبت با تی مشتق بگیرید سرعت زاویه میشه پی دوم دو رادیان بر ثانیه معنی این چی هست معنیش اینه که شما در هر ثانیه پی دوم دو رادیان تی میکنه ذره یعنی ذره اگر در لحظه صفر اینجا باشه در لحظه یک اینجا خواهد بود در لحظه دو اینجا خواهد بود در ثانیه دو و همینطور حرکت میکنه خب خیلی هم خوب در ویدیو بعد حرکت دایره رو با هم ادامه میدیم